سوال بعدی کوتا کردن یا تراشیدن مو برای مرد و زن بعد از عمره چی گونه است؟ من گرچه این ای مسئله رو در ویدیو قبلی بر شما گفته بودم باز هم تکرار می کریم. یکی از واجبات عمره کوتا کردن و یا تراشیدن مو است با مردها یا کوتا میکنن یا تراش می اردوش جایز است اما تراش کردن بهتر است کوتا هم می و تراش کردنش بهتر است هم وقتی کوتا میکنن باید از, از تمام قسمت های مویش کوتا بکنه به شکل نمیشه که مثال از یک قسمت کوتا بکنن از یک قسمت کوتا نکنن باید از تمام موها به یک اندازه چی شوه کوتا شوه در صورت عمرش درست میشه و اگر تراش بکنن گفتیم چی است بهتر است به خانم ها هم چنان. باید است که به یک بند انگشت حداقل موی خود چی میکنن کوتا میکنن و تراش کردن نمیتونن فقط کوتا باید از بکنن آیا میتوانیم خود ما موهای خود را کوتا و یا تراش نماییم؟ در صورتی که شما میفهمین که اگر موهای را مثال کوتاه میکنین و میفهمین که ما میتونم از تمام قسمت های موهای به یک اندازه موی کوتاه بکنم هیچ کنه مشکل نیست میتونین خودتان موهای را کوتاه بکنین چی مردها باشه و چی زنها باشه هیچ فرق نمیکنم اما در صورتی که میفهمین که ما نمیتونم موهای خود کوتاه بکنم یا شاید از یک از پیشم کوتا و یک جای اسپیشم کوتاه شوه یک جایی فراموشم شوه در صورت بهتر است که شما کدام شخص دیگه یک تان است که این کار میتونه او برتان کوتا بکنه یا ای که برین با مسلمانی هایی که در اطراف کعبه است برین به ها و بسیار راحتی با ده یا پانزه ریال بایدتانه چی میکنن کوتا میکنن اگر خواسته باشین برتان تراش میکنن